پس از هشدار مدیر سازمان بهداشت جهانی درباره سرایت سریع ویروس زیکا که از پشه منتقل می شود، این سازمان دوشنبه یک نشست اضطراری برگزار کرد. گسترش ناگهانی ویروس زیکا در قاره آمریکا دههایی صورت می گیرد که هزاران نفر آماده سفر به برزیل می شوند که اواخر امسال قرار است میزبان المپیک جهانی باشد. برگردان گزارش مایکل بران در همین زمینه. سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که میلیون‌ها تن در قاره آمریکا می‌توانند در معرض ویروس زیکا قرار بگیرند. هم‌اکنون مقامات با استفاده از تکنیک‌های سنتی می‌کوشند از گسترش ویروس زیکا که در زن حامله با نقص جنینی همراه خواهد شد جلوگیری کنند. در کشور هندوراس کامیون‌های ضد عفونی کننده منابع ایجاد ویروس را هدف قرار می‌دهند. پشه حامل ویروس است، بنابراین باید در مورد ضرورت مبارزه با پشه هوشیار باشیم و آب مانده در ظروف در محوطه و لاستیک اتومبیل و امثال آنها را تمیز کنیم. این نیاز به تلاش مردم دارد، در غیر این صورت برای بهداشت محیط زیست خطر دارد. هندوراس همچنین فعالیت‌های آموزشی برای زنان باردار را آغاز کرده است، زیرا پزشکان می‌گویند ویروس زیکا موجب صدمه و عدم رشد مغز در نوزادان می‌شود. مادرانی باردار هستن که نگرانن نوزادشون ممکنه با این بیماری صدمه ببینن. اگه شما ببینید ما کجا زندگی میکنیم، نگران کننده است. ما فقیر هستیم و چاره ای نداریم. مقامات در السالوادور از یک نوع ماهی استفاده میکنند که نوزاد حشره ای را که ممکن است حامل ویروس زیکا باشد میخورد. اگر مردم از این پروژه استفاده کنند میتوانند از بیماری جلوگیری کنند، ولی همه چیز به کار نیاز دارد و باید با جدیت و بی‌وقفه دنبال شود. تا حالا ما شهرهای زیادی را با موفقیت کمک کردیم. روشن نیست این شیوه در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد یا نه. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا به زنان باردار هشدار داده است که از سفر به مناطقی که ویروس زیکا در آنها شیوع پیدا کرده مانند برزیل خودداری کنند.